سرخط خبرها. کسرت میزان مراجعین به دکتران غزنی و به دقتی برخی دکتران در قبال صحت مریضان. سفر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به اندونزیا. و دیدار وزیران خارجه آمریکا و پاکستان در واشنگتن. سلام، امروز چهارشنبه 11 ماه میزان سال 1397 خورشیدی است و مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من توریالای تابش هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. شماره از دکتران در ولایت غزنی در یک روز در حدود 100 تا بیشتر از 100 مریض را تشخیص و تداعی می کنند. کثرت مراجعین و بی‌دقتی دکتران در قبال صحت اما پرسش ها و انتقاد های را نیز به همراه داشته است. شهروندان غزنی از آنچه بی‌دقتی و بی‌پروایی دکتران در قبال صحت مریضان می خوانند، خواهان مشخص شدن یک طرز العمل برای میزان مریضان در یک روز برای یک دکتر هستند. غزنی یکی از ولایت‌های پرنفوذ با وضعیت بیشتر نسبت به اکثر ولایت‌های افغانستان است که 18 ولسوالی دارد و گذشته از آن باشندگان برخی ولایت‌های همجوار غزنی نیز برای تجارت و تشخیص و تداوی به این ولایت می‌آیند. در این میان میزان مراجعه مریضان به دکتران غزنی هم بلند است و شماری از دکترانی که نام و شهرت خوب در بین جامعه دارند در چند ساعت محدود کاری ده ها مریض را تشخیص و تداوی می کنند. از این جمله شماری از دکتران هم هستند که در یک روز کاری در حدود 100 تا بیش از 100 مریض را تشخیص و تداوی می کنند که همین امر باعث دقت کم و بی‌توجهی دکتران در قبال صحت مریض می گردد. مشکلات ها خیلی زیاد هست در غزنی، خصوصا در شفاخانه. هر دکتر حداقل باید روزانه 20 الی نهایت 30 مریض ببینه. در غزنی دکتر هست حتی بالاتر از 100 مریض هم میبیند. هر مریض فقط 5 دقیقه 10 دقیقه فقط نسخه نوشته میگه چی مشکل دارین، خود مریض باید بگه یک فلان مشکل دارم، ما نسخه نوشته میگه برو دواخانه چی بگیر، دوا بگیر. خلاص دیگه که مشکل چی نمونه که دکتر مشخص دقیق چک کنه، نیم ساعت یک ساعت مشکل مریض مشخص کنه که چی مشکل داره، بعد از تداوی کنه. دی افغانستان دکتران سیدی یعنی بیغور دی خلق سره رو کلاس رسګی نه ورته کوي، یعنی که 50 مریض په لاس ورسیم دی ګوري تشخیص کوي، که سر په لاس ورسیم ګوري تشخیص کوي. موږ د افغانستان د حکومت چې دا ارزو ده چې دی په خپل ټول شپخانه باندې نظارت وکړي او یې ګوري تر کنټرول لاندې راوړي. مثلا یو ډاکټر د ورځې څو مریض داس ډاکټر ان ستای نه دوه نیو نمبر ما اخیستې دي، یو څو دوه نمبر ما او اخیستې دي په غزنی کې. زه ورغلی په لاس بجې امر فرغ مکان پاتې بجې ورغلی د اخیری. دکتور ظاهر شاه نیکمل رئیس صحت عمومی غزنی نیست این مشکل را میپذیرد. یک قاعده ای رقم است که دکتر صاحب وقتی در معاینه خانه میشینه با اندازه مریض ببینه که از توانش برآمده بتانه، تمام اصول طبابت مراعات بکنه، اوناسی مریض میشه، 35 مریض میشه، تا 40 مریض واضح به بالا یک دکتر تواناییشم نداره. در مجموع خلاف اصول است، یعنی تعداد مریضا باید کم باشد تا دکتر به خوبی و به آرامی معاینه بتانه. انتظار می رود که اداره صحت غزنی با آگاهی از چنین مشکلی برای حل این چالش دست به کار شود و تدبیر بسنجد. گزارش بوده از صدیق حقجو. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی بامداد امروز به اندونزیا رفت. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که آقای عبدالله به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور اندونزیا به جاکارتا سفر کرده است. قرار است رئیس اجرایی در این سفر با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و یوسف کالا معاون رئیس جمهور این کشور دیدار کند. صادق سنجر گزارش میدهد.
ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته که عبدالله عبدالله در این سفر با شورای علما، اتاقهای تجارت و صنایع و اعضای کمیسیون انتخابات اندونزیا نیز دیدار و گفتگو میکند. در این سفر رابط دو جانبه میان اندونزیا و افغانستان، پیگیری تطبیق توافقات و تفاهمنامه موجود میان دو کشور، گسترش رابط و داد و ستد تجارتی میان دو کشور، نقش اندونزیا در دست یافتن به صلح و آشتی در افغانستان و استفاده از تجربه این کشور در این راستا و راه‌های مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی به بحث گرفته می شوند. دکتر عبدالله در مرکز مطالعات سیاست خارجی اندونزیا در مورد دست یافتن به صلح و آشتی در افغانستان و چالش‌های موجود در این زمینه نیز سخنرانی می کند. این در حالی است که روابط افغانستان با اندونزیا در سال‌های اخیر نزدیک‌تر شده است. این کشور تلاش کرده تا در آوردن صلح در افغانستان نقش بیشتر بازی کند. این کشور حدود 7 ماه پیش نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را در جاکارتا میزبانی کرد. یونما خواستار توقف خشونت علیه نامزدان و رای دهندگان شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر خبرنامه‌ای از همه جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته است تا تهدید و خشونت علیه کاندیدان و رای دهندگان را متوقف سازند. تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن ابراز نگرانی از حملات علیه غیر نظامیان میگوید که حمله روز سه‌شنبه در ننگرهار حمله بر حقوق اساسی مردم افغانستان است. ذکر الله رسولی گزارش این واکنش در حال صورت می گیرد که روز گذشته یک مهاجم انتحاری ساعت 1:30 پس از چاشت مواد انفجاری خود را در میان مردم و در جریان یک گرد همای منفجر کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است که در این رویداد 14 نفر کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. یونما همچنان گفته است که پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی نیز غیر نظامیان در زمان کمپاین توزیع شناسنامه‌های کاغذی هدف حملات تروریستی قرار گرفته‌اند. این نهاد با اشاره بر حمله انتحاری در مرکز توزیع شناسنامه در غرب کابل می‌گوید حراس افغانان با استفاده از جمعیت شلوغ مردم یک شمار بزرگ مردم را در یک مرکز توزیع شناسنامه در غرب کابل هدف قرار داد که در آن نزدیک به 200 تن کشته و زخمی شدند. یونما از همه جناح‌های درگیر جنگ خواسته است تا تهدید و خشونت علیه غیر نظامیان و کاندیدان را متوقف کنند. گروه داعش مسئولیت حمله روز گذشته را در ولایت ننگرهار بر عهده گرفت. حمله دیروز در پنجمین روز کارزارهای انتخابات پارلمانی اتفاق افتاد و پیش از این نیز چندین نامزد انتخابات پارلمانی هدف قرار گرفته و کشته شدند. ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح در تهران در حالی برگزار شده است که هنرمندان از افغانستان نیز در این جشنواره حضور دارند. در ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح موضوعات از قبیل بحران آب، کمک برای گسترش فرهنگ، صلح، گفتگو، زندگی، آرامش، جهان عاری از خشونت، دوری از تبعیض نژادی، احترام به اقوام، مذاهب و ملیت‌ها و توجه به کودکان و حقوق آنان مورد توجه قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش مهریه خوشبین. موضوعات یاد شده در این جشنواره در رشته های مختلف هنری همچون نقاشی، مجسمه، عکس، تدمان، فیلم کوتاه و تئاتر بیان شده است. یک اثری عکس از آثار محمد شهاب اسلامی، عکاس و فیلمساز افغانستان نیز در بخش عکس در این جشنواره حضور دارد. اسلامی در این مجموعه تلاش کرده است بخشی از وجود شکسته شده نسل خش را از بُعد انتزاعی و انتقادی به نمایش بگذارد. از توجهتان برداشته‌های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.